کسی سوالی داره یا همینطوری هر چی شروع میکنیم شروع کنیم دیگه با اجازهتون بله هر چی شروع کنیم خوبه برو خدا ملک عالم شه کل نهیا بدورو به به ربی میر چیز کلمه صوت ان خدا همه برکت های دنیا رو بهتون بده آمین آمین. به بزرگ پس دیروز یه خود صحبت اینو کردیم چقدر مهم آدم حلخوت یاد بگیره که بدون حلخوت حتی که آدم میخواد تورا رو انجام بده و علاقه داره ولی نمیدونه چیکار کنه پس به خاطر این مهمه که حلخوت رو یاد بگیره یه مثال آوردیم یه داستان راجب رابیا کیوا که خاص بره یه کسی که فوت شده سر را پیدا کرد خواست به دفنش کنه پس آخرش بهش گفتن که گناه کرد چرا؟ چون که اون موقع ها قانون بود که آدمی که فوت شده سر جاش باید دفنش کرد نباید تکونش داد پس را گفت که ببین وقتی که خواستم خوبی بکنم در اومد که بدی کردم چرا؟ به خاطر اینکه وارد نبودم در قوانین و حلخات و این چیزا نمیدونستم پس این میبینیم که آدم باید یاد بگیره پس امروز به امید خدا البته کسی که سوالی داشته باشه میتونه بپرسه در هر موضوعی و امیدوارم که خدا هم جواب بده که بتونم بدم ولی یه خورده صحبت قوانین براخا گفتن رو میکنیم دیروز شبات یه خورده صحبت قوانین نتیلات یدعیم نگه داشتن شبات کردیم و امروز به امید خدا یه خورده قوانین براخا گفتن رو صحبت میکنیم پس گمارا میگه اول از همه که دو تا پاسوک هستن که اگه به صورت معمولی نگاهشون کنیم انگار یکی مخالف دومی حرف میزنه یه پاسوک میگه لدونای ها ارت سملوه مال خدا با همه یونیورس همه اه... کهکشان و همه چیزا ولی پسوک دومیه میگه می که چی؟ میگه که هشامایم شمایم لدونای و هارت نتن لبنه آدم یعنی خدا آسمون مال خداست ولی زمینو داده به آدم ها پس تصمیم بگیر خدا مال خدا همه دنیاست و زمین یا آسمون مال خداست و زمین رو داده به آدما دو تا پاسوکه که با هم دیگه جور در نمیاد گمارا میپرسه این سوالو بعد جواب میده میگه این بعد از براخاس این قبل از براخاس قبل از براخا گفتن پس همه دنیا مال خداست اجازه نداری لذت ببری از این دنیا چرا چون که مال تو نیست داری میدزدی یعنی چی یه چیزی داری بدون اجازه گوین که شنیدم که اینجا یه قانون رد کردن که تا هزار دلار مجازه دزدیدن. چه دنیایی شده بریم چه خب پس منم برم نمیدونستم مجازه اگه مجازه برم یه کفشی هست اینجا 15 دلار رد دارم برم بیرون واسه چی پول خرج کنم بای. داره داره میره به طرف اسدوم و امورا میبینین دزدیدن داره مجاز میشه حالا هفته بعد نمیدونم یه قانونی میکنن که آره زن دیگری هم مجازه چی؟ یو you know, اگه دزدیدن مجازه پس زن دیگر شوهر کس دیگه آه هست اون بیرون ولی نه حالا قانونش میکنن نه ترسیم سب داشته باش. بعدا مثل و امورا یک کسی دومی رو زخمی میکرد پس اون میبایستی به, به اونی که زخمیش کرد رو سنگ انداخت پول بده چرا؟ اگه تو میاد خونه باید بکشیش باید بکشیش اگه نکشیش تا هم باید خسارت شده دید. خسارتش هم بدی <تصفح> آره آه این اینم گفتن به گفتن اگه یه خونه خالی داری یک کسی بیاد درابش کنه بشینه اون تو زندگی کنه نمیتونی بیرونش کنی شش ماه چی؟ اینجا زندگی کنم کجا اینجا یه همچین خونه این هست برام وکیل مجانی هم بله؟ وکیل مجانی هم میدن وکیل مجانی هم میدن آفرین. آفرین دارن, دارن این قانون ها آدم ها رو تشویق میکنن به کارهای بد میبینین؟ یعنی ببینین من همینطور جک گفتم ولی آدم دیگه جک نمیگه میگه بیا برم یه خونه پیدا کردم پی پیدا کنم پرچوده شده ول کرده میرم اون تو بیا برم دو... می... نمی دزدم دور از جون طبق قانون دارم میرم It's okay میدونی It's not criminal میرم یه چیزی ور میدارم ترس میکنم تا هزار دلار تا 900 دلار گفتم تا 900 دلار بردارم چه اشکالی داره بیاین اینجا بیاین جلو من گاز نمیگرم قول میدم آره خوشم میاد همه رو ببینم پس پس این داره میره آدم باید بدونه دیشب دیروز تو داراش شبت گفتیم گفتیم توی دنیایی که آنورماله تنها کسی که نرماله اونیه که آنرماله یعنی دنیایی که دیوونه است کی نرماله اونی که دیوونه حقیقیه یعنی چون که همه دیوونن، میخواین میخوای نیمو، نیمو، نرمال باشی پس اونا صداد میکنن دیوونه مثل چیزی که الان میشه مرد با مرد میره زن با زن میره کسی که بگه این اسوره، فقط مرد با زن باید بره بهش میگن دیوونه ای بهش میگن پریمیتیوی بهش میگن مال دوره های چیز... آره آدم باید بدونه این چیزها رو جنگه که قبل از اومدن ماشیاخه جنگ اعتقاد جنگ طرز فکر طرز زندگی باید ما قوی باشیم که اینا اثر نداشته باشه روی ما سخته سخته چون که محیط اثر داره ولی وقتی که آدم بابسته است به تورا پس تورا هی ریستش میکنه هی برمیگردونتش به جایی که باید آدم باشه در الیواناوی نوشته گفتیم قوانین برخا ولی اینم مهمه پیش الیواناوی نوشته که وقتی که همه بود بودن در زمان الیاواناوی یه شاهی بود به اسم اخعو و همه را به بود کشید پس الیا و داستانش طولانیه از وسط چور میکنم دستور داد که بارون نیاد اون وقت اخب دیدش گفت که تو داری زده اسرائیلی میدونین همه راشا همیشه هی میگن تدیکی ما ضد اسرائیل هم چرا چون که خانه نمیشن که کاری که اونو میخوان من زده اسرائیلم تو زده اسرائیلی تو داری اسرائیلو گناه کار میکنی بود پرست میکنی گفت که یه دفعه بیا این مسئله رو حل کنیم همه بود، همه های بت پرستی تو جمع کن و بیارشون کوه کارمل و اونجا دو تا مذبح میسازیم یکی واسه خدا و شما هم واسه چی واسه ابو بسازین هر کسی قربانی کنه یه آتیش از آسمون بیاد و قربانیشو بخوره اون خدای حقیقیه اوکی 750 تا کشیش بود پرستی بودن اومدن اونجا یه مذبح ساختن و دو تا گوساله بودن اونجا اومدن ببرن یکی از گو لیدی گفت بهشون شما شروع کنین لیدیز فرست پلیز هم دیگه همه چیز هم... همون چیز که نگن نه قربانی تو بهتر بود به خاطر این هیچ بانه ای نداشته باشن دقیقا همون گفت و شما شروع کنین شما انتخاب کنین گوساله رو بیا اومدن بکشن به مز... گوساله رو ناخوناش رو زد توی زمین تکون نخورد حاضر نبود فهمید که دارن میبرنش واسه قربانی بود پرستی نخواست ببین حتی گوساله این فهم داشت که بفهمه نمیخوام برم واسه قربانی بود پرستی پس الیاوانوی بهشون گفت ول کنین من بهش یه چیز میگم اومد پای گوشش بهش گفت نه ترس مثل که اسم خدا احترام خدا زیاد میشه با قربانی من با قربانی تو هم احترام خدا زیاد میشه پس گوساله آزاد کرد <تصفح> ناخوناشو و رفت گذاشتنش رو مذبحه ولی اینا که میدونن که بود پرستیشون بیخودیه اینا همه این کشیشا میدونن که دروغه یه کشیش مسیحی بود که یهودی شد و یه شبت با هم دیگه بودیم ازش پرسیدم چرا یهودی شدی؟ تو کشیش بودی پیش مسیحی احترام هرچی باشه چرا واسه چی اومدی یهودی شدی حالا از صف همه چیز رو شروع کنی گفت که ببین من شروع کردم انجیل رو بخونم و چیزهای مختلف پیدا کردم اونجا که که جور در نیمد مثلا نوشته نمیدونم گفت بهم یه مثال مثلا نوشته مسیح همچین میوه خورد و اصلا فصل اون میوه نبود پس رفتم از کشیشای دیگه پرسیدم گفتم چطور میشه که همچین میوه پیدا کرد اصلا فصلش نیست مثلا امروزا نیست که سوپر داری یخچال داری فقط هر میوه فقط توی فصلش هست جواب ندادن همینطور بی خودی پس دیدم که اینجا یه سوال دیگه یه سوال دیگه جواب ندادن جواب ندادن فهمیدم که دیگه اینجا یه چیزی اشکالی داره آره something wrong پس رفتم پیش یهودیا گفت فکر کردم که اونا جواب اینو میدن گفتن ما اصلا ایمان نداریم به انجیل اصلا همینطوری بی خودی پس شروع کردم از اونا سوال بپرسم و پیش یهودیا هر سوالی پرسیدم همینطوری این مصمالی هم نکرد جواب دادن جواب منطقی هر چیزی دیوونه شدم یه دفعه توی یکی از برنامه ها میدونین من پخش زنده دارم هر دوشنبه و چهار شنبه توی ماهواره توی فیسبوک اینستاگرام دوشنبه ها میشه اینجا میشه ساعت یعنی توی زمان اسرائیل 6 تا 7 پس اینجا در میاد 8 تا 9 صبح 8 تا 9 صبح دوشنبه و چهارشنبه میشه 9 تا ده، پس میشه اینجا 11 تا 12 و توی کانال ها تلگرام هم داریم تلگرام داریم اینستاگرام فیسبوک تیک تاک یوتیوب و الان ایکس هم واز کردیم تویتر بود و ایکسش کردن پس کسی که میخواد از بشه میتونه طریق اونجا اپ هم داریم کسی که بخواد بعدا شمارش رو بنویسه اینجا اضافهش میکنیم به امید خدا پس تو یکی از برنامه ها یه کسی زنگ زد به استودیو شروع کرد سوال پرسیدن فهمیدم که داره به یه طرف چی, بی... چی مهم تره قلب یا عقل از این, از این سوال شروع کرد فهمیدم یه چیزی اینجا داره تو جواب دادم یه سوال دیگه جواب دادم, جواب دادم. آخرش چی به میگه میگه ربای نمیشه با تو گفتم چرا؟ میگه آخه هر سوال یا جواب داری گفتم پس واسه چی زنگ زدی؟ نه واسه اینکه سوال واسه اینکه جواب بگیری واسه چی؟ Welcome. 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 پس پس دید که پیش یهودی ها هر سوال یا جواب دارن گفت اینها این مذهب حقیقیه بی خودی همینطوری you know excuse نمیارن جواب دادن از کشیش مسیحیت اومد یهودی شد پس این آدم باید بدونه پس این کشیش ها مال بود پرستی ها میدونستن که دروغه بی خودی آدم ها رو گول میزنن که پول بیار پول بیار بیا چی میگن میرن پیش پریسته چی میکنن کانفس میکنن کانفس میکنن 100 دلار هم بذار توی جیبش میگن یه یه چیز یه آدم بود اومد پیش ربای گفت بهش سگم فوت شده گفت خب چی میخوای میخوام دفنش کنم دیگه میخوام هشکوا بگی واسه هش میخوام ایلوی نشامه بکنی واسه هش ربایه گفت برو بابا چه واسه سگ که هشکوا و کدیش و این چیزا نمی رفت پیش یه کشیش مسیحی رفت پیش کشیش مسیحیه گفت بهش سگم برو بابا ما که واسه سگ این کارا رو نمی کنیم آه پس صد هزار دلار هم که خواستم دونیت کنم بدم به یک کس دیگه نه نه بیا بیا چرا نگفتی مسیحی سگت بیا بیا <تصفح> واسه <تصفح> 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 به خاطر پول و این چیزا عمر گل گول میزنن ولی میدونن که درو... دروغیه پس این که شیشات چکار کردن میدونستن آتیش از آسمون نمیاد پس زیر مذبحه یه تونل ساختن مثل از الان که تونل داره و چی اونجا یه کسی رو گذاشتن به اسم خیل و گفتن بهش وقتی که ما داد بزنیم تو آتیش روشن کن از پایین و میگیم اینا آتیش اومد قربانیان خورد و اینا ها اوکی اوکی ولی این خخمه و این اتصاب و این تونه لنگده آدمش زد این خیلو و بودپرستار کشیش ها شروع کن داد زدن او آنانو آنانو جوابمون بده جوابمون بده هیچی نه آتیش نه آب نه بارون هیچی نمیاد ای داد میزن تا زور الیاناوی شعور کرد مسخرشون بکنه گفت خداست میدونین یه لاودر شاید مشغوله شاید رفته دستشویی ببخشید میگم آره من داد بزنین هیچی مردون تو پس زور الیا به همه گفت همه قوم اسرائیل اونجا بودن واسه اینکه الیا یه دفعه دیگه ثابت کنه کی خدای حقیقیه نرن دنبال بود پرستا پس زور گفت به همه بیاین مذبحه که من ساختم به خاطر این گمارا میگه آدم همیشه مواظب تفیلات خ باشه که از دست نده چرا؟ چون که الیاوانوی در تفیلات منخا تفیلاش قبول شد البته همه تفیلاها باید آدم باشه ولی ببین این قدرت تفیلات منخرو خانوما البته یه مجبورن فقط یه دعا در روز بخونن در 24 ساعت یا ارویت شب یا شخریت صبح یا منخا چون که روز طبق تورا از شب شروع میشه و هی ار و هی بوکر پس یا ارویت یا شخریت یا منخا یکی البته مجازه اگه میخوان اگه میتونن سه تا بخونن بهتر مردا مجبورن اقلا سه تا تفیلا بخونن چرا اقلا؟ اینکه ظرف روزا میتونه همینطوری از ته دل یه چیزی دعا بخونه آدم نباید فقط وقتی که سی دور جلوشه میتونه سر را میره خدایا کمکم کن خدایا این کار بکن خدایا عقل بزنم بده خدایا عقل به, خدا به شوهر <تصفح> میتونه دعا بخونه میدونین یه کسی بود به خدا گفت که خدایا میدونی زنی که بهم دادی خیلی آشپز خوبه پس خدا میگه بله میدونم میدونم غذای خوب دوست داری بهت یا زن آشپز خوب دادم خدا میدونی زنی که به امدادی خیلی خوشگله بله میدونم میدونم زن خوشگل دوست داری بهت یه زن خوشگل دادم مرسی خدایا ولی خدایا بهت راستشو بگم یه خود زنم بیعقله میدونی عقلش فهمش یه خود کمه پس خدا بهش میگه بله میدونم به خاطر اون دادمش بهت که قبول کنه باهات عروسی کنه آدم میتونه دعا بخونه پس حالا موازه باشین به زناتون نگین چقدر نفهمی ها It's a self-goal پس <تصفح> 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 الیاواناوی گفت بیاین پیش من همه اومدن پیش مذبح الیاواناوی میان اونجا الیاواناوی یه مذبح بود بالای کوه کارمل فکسش کرد درستش کرد همه چیز آب ریخ مزبه قربانی کرد و دعا خوند اننی یا اننی جوابم بده خدایا جوابم بده گمارا میگه چرا دو دفعه گفت جوابم بده میگه گمرا یکی جوابم بده که آتیش بیاد از آسمون قربانی رو بخوره یه جواب دوم بهم به بده که قوم فکر نکنن جادوگریه یعنی یه وقتایی آدم معجزه به چشمش میبینه ولی شیطون یه ترا توی مغزش میذاره نه nah, این میدونه این به خاطر اونه این به خاطر اونه این به خاطر این, این چیزه بانه مختلف میاره طبیعیش میکنه آدم باید بدونه وقتی که معجزه میبینی بگو خدا خداست بگو نه همین پارشا این هفته بود به خوکوتای گمارا میگه اگه اگه ایم تلخوی می کری دور از جون و لخت ایمایم به خمت کری اگه آدم چیز میبینه توی دنیا داره اتفاق میشه اوکی اتفاق یه هپنس همچین چیزایی و نفهمه که از طرف خداست واسه اینکه ما رو بیدار کنه که برگردیم بهش پس دور از جون خدا باید ولیوم رو ببره بالاتر نمیفهم این انوز بیا شدید ترش کنم نمیفهم این انوز شدید تر بکنم دور از جون تا اینکه ما باید بفهمیم خدا ما رو میخواد برگردونه بهش از راه درست اشتباه کردیم رفتیم راه های دیگه پس خدا داره یه خورده سیلی بهمون میزنه که برگردیم به راه درست مثل یه بچه که اشتباه میکنه اگه اشتباه کوچیکه پس باش حرف میزنی اگه اشتباه شدید باشه میخو زده توی پیریز برق باش حرف میزنی چیکارش میکنی کتکش میزنی پرتش میکنی الان خودشو میکشه یه لحظه دیگه برق میخوره چی؟ دیگه وقت حرف زدن جانم عزیزم نیست پس خدا میبینه یه وقتایی که خیلی شدید میشه دیگه دور شدیم خطر مرگه مرگ روحانی مرگ نشما پس دور از جون دور از جون نرسه اون روزه میگیره یه کتکی میزن یه پرتی مون میکنه واسه چی؟ واسه اینکه بفهمین اگه بچه های خوب باشیم لازم نیست همچین چیزهایی ببینیم همه این جنگ ها باید بدونیم همه این چیزهایی که الان میشه قبل از اومدن ماشیخ واسه اینکه بیدار بشیم خدا میخواد بیدارمون کنه مثل یه داماده که میخواد عروسی کنه پس بزنش میگه به عروسه نامزده میگه من همه چیزو میخرم عروسی روی من سالن روی من دی روی من همه چیز چیزو من فقط یه چیزی خوا... ازت خواهش میکنم با قرضایی که داری که ورداشتی پس نه یا تو عروسی بده کاریاتو خودت برگردون اوکی نه یا با هم عروسی کنی بعدا بگی گوش کن من هزار دلار به این بده کارم دو هزار دلار بده کاریاتو خودت برگردون تا عروسی اوکی سه ماه داریم برگردون اوکی یه ماه میگذره زنگ میزنه به اون آدما داماد زنگ میزنه به آدم میگن نه یه دلار هم بر نگردونده دلوز هنوز دو ماه میگذره زنگ میزنه به آدما میگن نه هنوز یه دلار هم بر نگردونده چکار میکنه داماده شروع میکنه بهشون بگه پس چه ساکت نشستین برین سر خوش کنین شکایت کنه گن خانوم پولمون این بدهکاری بیا بده زنه ترجم میکنه میگه چی همتون بیدار شدین یه اومدین سرم میگن ایشون بهمون اینطوری بیدارمون کرد ایشون این دامادمه، همه به زنگ میزنه میگه تو منو میگی دوست داری I love یو love you این love you he. we love we you love we. چی میگه آره میگه پس چرا به همشون گفتی که بیان سرم میگه چون که میخوام عروسی یه ماه دیگه عروسیمونه گفتم به دهکاریاتو خودت برگردون تو خوابی بر گردونی. من نمیخوام الان اینطوری بود به تهکاری عروسی کنم پس بیدارشون کردم سیخونه کشون کردم که بیان سراغت که برگردونی قبل از عروسی خدا میگه الان وقتمونه وقت عروسیمونه هنوز برنگشتین نگشتین به راه درست یالا بیدارشین چکار میکنه اینو بیدار میکنه اونو بیدار میکنه. که بیان ما رو یه خورده همه این چیزایی که اینجا میشه تو اسرائیل تو اینجا تو اروپا همین چیزها چیزا واسه ماست که بیدار شیم نه چیز دیگه نیست اونا نیستن اینا فقط یه چوبن به دست خدا اگه اونا نبودن یه چیز دیگه بوده چون که خدا هدفش اینه ما رو بیدار کنه حالا به یه وعد آدم فوری همه تورا رو نگه داره نمیشه امکانش نیست ولی یواش یواش اقلا بیدار شیم یه قدم ورداریم، اقلا یه دلار برگردونیم دو دلار اقلا یه چیزی شابت نگه داریم. شبت نگه داریم تفیلین ببندیم یا سری یه خود روسری بذاریم یه ساعت سروسری بذار در هفته یه قدمی بردار نمیدونم چی صدقه شروع کنیم بدیم برخا بگیم قبل از خزا یه قدمی برداریم قدم کوچیک ولی برداریم اوکی پس علی آوانوی دعا کرد انینی یا جوابم بده خدایا جوابم بده اومخ آتیش از آسمون اومد به قربانی قربانی رو خورد سوزون و همه آبی که دروبر بهه بود اونجا دورور 300 لیت آب بود همش هم خورد آب رو سوزون و همه قوم که اینو دیدن افتادن روی صورتشون تعظیم کردن و گفتن هشم و ایل... ادونای و الوهیم ادونای و الوهیم خدا خدای حقیقیه و الیا گفت پس حالا یلا قبول کنین روی خودتون دیگه اینطوری نباشین که هم, خدا هم بت پرستی آدم یه وقتا هیچ کار میکنه از یه طرف کیدوش میکنه بعد از کیدوش میره تلویزیون روشن میکنه میره سینما میره دریا این چه شباتیه کیدوش بعدن اگه در مرحله ای اوکی اوکی چیزی نمیگم یواش یواش باید قدم برداره ولی اگه فکر میکنی که اینطور باید باشه نه اون خوب نیست اون خوب نیست باید بدونی که حقیقت چیه به کجا باید رسید؟ و یواش یواش قدم برداری به اونجا پس این الیاوانوی بود خخمی میگن که در دوره قبل از اومدن ماشیخ همون جور میشه دنیا به دو تا فرقه میشه مال بود پرستا به صورت مختلف اونایی که بگیم اعتقاد ندارن به خدا و اونایی که اعتقاد دارن به خدا دو دنیا سپلیت میشه به دو تا طرف و اون وقت امتحان قبل از اومدن ماشیخ چیه؟ که این آتیشه به صورت مثال که اومد روی مذبح اونایی که اعتقاد ندارن به خدا میاد پایین و خدا هنوز انتظار داره که اونایی که اعتقاد دارن به خدا با اعتقادشونو بمونن حتی که میبینن موفقیت همه مسلطن اونایی که اعتقاد ندارن به خدا اونایی که گناه میکنن اونا مسلطن اونا موفقن اونا اونا اونا, اونا. ولی هنوز مواظب باش که اعتقاد تو به خدا از دست ندی این امتحان شدیدتره که در زمان قبل از اومدن ماشیه خدا امتحانمون میکنه پس بنابراین چیزایی که میبینیم توی دنیا این مرد با مرد میره پرید میکنن همه چیز دنیا اصلا داره دیوونه میشه ما باید خودمون رو نگه داریم خوب خوب بچسبونیم به تورا به عقل تورا که آلوده نشیم که عقلمون صاف بمونه که کج نریم تو اینو یه خود رفتیم به طرف اون ولی برگردیم به برخا پس گمارا میگه دو تا ولکم دو تا صورت دو تا پاسوک هست که با هم دیگه جور نیست از یه طرف میگی همه آسمون و زمین و همه چیز مال خداست از یه طرف میگی آسمون مال خداست زمین ما داده به آدما از گمارا میگه این قبل از برخاست این بعد از برخاست قبل از برخاست قبل از اینکه یه قضا ورمی داری روش براخا میگی این نوشیدنی مال خداست همه دنیا مال خداست کی بهت اجازه داده لذت ببری ازش این دزدیه ولی بعد از اینکه که میگی شکل نیا بیدوارا بر پریا ایت بر پریا داما مطیل خمین هر ایت، مختلف پس او پس حالا آسمون مال خداست زمین رو داده به آدم ها حالا خدا اجازه میده بیا لذت ببر من یه دیسک کرده بودم یه سی دی کرده ام. یه سی دی کرده بودم اسمشو گذاشتم پولایت سی یو یعنی چی؟ آدم معمولاً هی hey, خودشو دوست داره، آدم خوب بدونه، درست؟ هیچ کسی نمیگه من آدم بدم. همه میگن آدم خوبم. وقتی که میری دیتینگ با یه دختر، پس چی میگی بهش؟ لسن من, من, من کار میکنم ماشین دارم خونه دارم ولی اینی که عصبانی میشی نمیگی بهش درست اینی که نمیدونم داد میزنی نمیگی بهش چیزا صفت های آدم قایم میکنه دختره چی میگه به پسره میگه من خوشگلم خوشتیپم آرایش میکنم میدونی اتکلون میزنم ولی چی؟ نمیگه بهش I'm very jealous, I'm very obsessive میدونی نمیتونی با کسی حرف بزنی خفت میکنم نه نه نمیگه صفت های وده شو درست آدم دوست داره نشون بده که آدم خوبه چرا؟ چون که به امت راستکی نشاممون میخواد خوب باشه میخواد صدیق باشه یعنی وقتی که میاد آدم جلو آدما خیلی معدبانه حرف میزنه Thank you, sorry, excuse me, can I pass? آره؟ آلمانیا خیلی این کارو میکردن هی hey, همش دنکشن بیتشن آره مرسی متشکرم قابلی نداره آره ولی چی تو هالوکاست دیدیم چقدر معدبن از آدم میتونستن صابون بسازن چرا چونکه که ادب آدم وقتی که به مغزش بخوره یه چیزی فرق کنه پس همه ادب میره کنار قاشق چنگال میخورن کراوات اگه یه لک میافتاد روی کت آلمانیه او سگ یه خورده خاکستر سیگارش افتاد روی سگش وای وای تفلکی من عزیزم بیا 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 ولی از یهودی ها میتونستن دندوناشون دندونا رو همینطوری بکشن ازشون سابون بکشنشون توی گاز و این چیزا چرا؟ چون که عقل آدم همیشه صاف نیست فقط در چیزی که قبول داره صافه چیزی که قبول داره. یه توضیح دیگه میتونه بهت بده و توضیح داشتن نه اینکه وحشی بودن توضیح داشت یه چی میگن یه تیوری داشت که مثلا یهودیا اینا آلودن و ما آلمانیا چیز بهترینیم و آلودمون نکنن We are purifying the world داریم دنیا رو تمیز میکنیم بود پرستی بودن که روی گرد و خاکی که جمع شد روی کفششون تعظیم میکردن بهش جمعش می... سر را میرفتن اون موقع آسفالت نبود گرد و خاک جمع شد روی پاش کفشش پاش این گرد و خاکه رو جمع میکرد میذاش روی روی میز و تعظیم میکرد بهش امروز یه کسی تعظیم کنه به گرد و خاک چی بهش میگی؟ دیوونه دیوونه خوبه تازه <applause> باید فرستادش نمیدونم کجا ولی اون موقع این کار میکردن و نه بی خودی نبود یه تیوری حسابی اکسپلانیشن حسابی اصلا تو احساس میکردی تو این نفهمی بهت میگفت چی میدونی گرد و خاک به خاطر گرد و خاک دنیا وجود داره وگر نه اگه گرد و خاک نبود نگهدارت نبود اینطور نبود چی همه چیز عقل آدم میتونه توضیح هر چیز دیوونه ترین نو بکنه هر چیز دیوونه ترین کج ترین و صاف ب... بکنه پس از کجا میدونیم چی درسته چی اشتباس فقط اگه میچسبیم به عقل خدا به تورا تورا عقل خداست عقل آدم میتونه اشتباه کنه فکر میکنی معدبان است ولی وقتی که برسه وقتش وقتی که روی نقطه ای که سختته پس معدبان همه ادبت یه چیز دیگه میشه ولی وقتی که میچسبی به عقل خدا همه وقت صافی پس, پس وقتی که آدم به یک کسی حرف میزنه میگه مرسی متشکرم وقتی که مرسی به خدا چرا نمیگی مرسی چرا به خدا نمیگی میتونم لطفا can I please use it چیه can I please use it چجوری به خدا بگم مرسی برو خواه بگو کی بهت این نوشیدنی رو داده کی بهت اون نونه رو داده کی بهت چی میگیم همیشه هموطی لخم من ها خدایا شکرت که نونو از زمین درآوردی کی گندمه رو در کی با باعث شد بارون بیاد کی نوشیدنی رو آفرید کی به عقل آدم ها گذاشت که میوه بذارن بکارن همه این چیزا خداست خدا همه کرده ریشه همه درست آدم کاشته و اماده ولی ریشهش از خداست تشکر کن چجوری تشکر کنم؟ برخا خب بگو قبل از غذا بگو برو خطه شم. اللو این قوانین برخاست یعنی برخوا گفتن آدم رو یاد میده که راستکی پلایت باشه راستکی خوبی و برگردونه قدر خوبی که بهش میکنن بدونه از این آدم یاد میگیره که مثلا احترام پدر مادرش هم نگه داره چرا چونکه مثل که خدا بهت قضا داده ب... تشکر میکنی میکن برخاش میکن پدر مادرت هم اووردنت به این دنیا <خس> توی گمارا میگه که اگه آدم یه پدری داره و یه رابای داره پس باید احترام رو بیشتر از احترام پدرش نگه داره چرا؟ چون که پدره اووردتش به این دنیا درست؟ ولی ربایه میارتش به دنیای بد به بهشت و چی مهمتره این دنیا یا دنیای بد بهشت تره همه هدفمون اینه برسیم بهشت ولی اگه پدره پول ربایه رو داده که مثلا بیا بچم رو یاد بده بیا بچم راهنمایی کن پس احترام پدره بیشتره برای اینکه پدره پول رو داده حقوق میده به ربایه که یاد بده پس پدره هم وردتت به این دنیا هم وردتت به دنیای بد چقدر تورا یادمون میده که هدف چی باشه همیشه به فکر دنیای بد باشه درست زندگی کن کسی نگفت تنیت بگیری قضا بخور بنوش همه چیز خوبه ولی چی؟ ولی یاد نره فراموش کنی که تو این دنیا وقتی که قضا میخوری کار میکنی با زنت هستی همه چیزا چیزای مقدس هم بکن به خاطر تورای ما اسمش هست تورات خیم اینا مثل اینجا کنیسای تورات خیم آره اسمش از تورات خیم تورات خیم بلی ولی توی تورای ما تورات خیم بدون و... ولی نداره ولی اینجا تورات خیم ولیه ارو خشم بن پورات یوسف انشالله خدا برکتشون بده و رابای آشر و به ذات شم پورتر همه چیز یه ساختمون چهار طبقه ای بسازن ایشالا به ذات شم. پس تورات خیم چرا تورات خیم؟ چون که تورای ما تورا زندگیه یعنی توی زندگی که میکنی جز میشه نمیگه بهت از زندگی کنار بکش نمیگه زن ن... نگیر نمیگه بچه دار نشو نمیگه غذا نخور نمیدونم نخواب این چیزا نه همه کار رو بکن زن بگیر غذا بخور بخواب همه چیز ولی چی مقدسش کن غذا میخوری به راخا بگو زن میگیره به صورت مقدس با خوپا و کیدوشین دست نزن بهش قبل از عروسی بعد از عروسی چون که خانومه هم مرده اینم یه میوهیه که خدا فریده یه مخلوق خداست اجازه نداری ازش لذت ببری قبل از اینکه که برخا بگی چه برخای روی زن و مرد میگن براخای شوا برخوت خوپا اونجا هم یه چیز جالبه یکی از براخای شوا برخوت میگیم خوشحالشون کن عروس دومادو خوشحال کن مثل آدم و هوا چرا مثل آدم و هوا مگه ابراهیم و سارا خوشحال نبودن چرا مثل ابراهیم و سارا نگیم یا اسحاق و ریفکا چرا آدم و هوا آدم و هوا بعضی جوک میگن میگن چون که آدم آدم مادر زن نداشت پس خوشحال بود جوکی اوکی نه ولی جوکه مادر زنان نمیدونم چرا روشون اینطوری میگن اصلا مادر ها انقدر عالی <تزال> <تزال> تو همه خوبن همه خوبن جوکا همینطوری جوکن واسه اینکه خوشحالمون بکنم اگه حقیقت بود که نمیتونستیم جوک بود تو به صورت ولی دلیل حقیقیش اینه که آدم آدم اول چرا خوشحال بود چون که هیچ زن دیگه نبود تو بهشت که مقایسه کنه هوا رو باهاش بگه هوا چرا اینطوری رفتار میکنی ببین زن همسایه اینطوری میکنه ببین زن همسایه وقتی که شوهرش از کار میاد ببین چجوری قلیون واسش میاره کاسه آب میاره تو و وقتی که من میام از کار میگی در رو کن خودت مایک... تو مایکرو غذا بذار بخور <تصفح> چرا هوا همونطورم هم چرا چون که هیچ آدم هیچ مرد دیگه نبود تو بهش که مقایسه کنه باش بگه آدم آدم باش <applause> چرا نمیدونم ببین شوهر همسایه آشقال رو دور تو هر دفعه آشقال میذاری من بندازم تو های. نه هیچ کسی نبود بنابراین آدم و هوا خوشحال ترین آدم در دنیا بودن پس درخواه میدیم به عروس دومار خوشحالشون کن خدایا مثل آدم و هوا که هیچ کسی نبود مقایسه کنن ایشالا هم اینا هم مقایسه نکنن با هیچ کسی بدونن که آدم شوهر من شوهر منه تنها کسه این یکی از فرمان های توراست ببینین تورا چجوری همیشه فرماناش ما رو نگه میدارن که زندگی خوب داشته باشیم بعضی ها هستن فکر میکنن تورا داره دنبال این که خفت کنه چرا این اسوره اونو نکن اونو با نخور اونجا رو نگاه نکن اونو بو نکن نمیدونم او خفه شدم <applause> یه دفعه یه خانومی بود تو یکی از شوریما ما اینو گفت شروع کرد بگه ربای چرا توی تورا این استوره اون استوره اینو نکن اونو نکن این همه چیز این ای نکن. نکن نکن نکنه نکن. گفتم نه وایسا یه چیزی مجازه توی تورا گفت چی گفتم نفس کشیدن نفس بکشین خانم یه زن ای تو 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 نمیذار اصلا جواب بدم یه داشته باشین مجازه نفس بکشین گناه نیست ولی در اصل خیلی چیزا مجازه و اونایی که از چرا از خدا میخواد خفم نه خدا راه میکنه که نجات پیدا کنیم وقتی که دکتر بهت میگه بعد از هموم نرو جلو پنجره میخواد خفت کنه میخواد زندگی تو س... نه راهنمای واسه خودت که سینه پلو نکنی سرما نخوری میخوای برو خدا میگه میخوای بری گناه رو بکنی بکن انتخاب آزاده ولی بعدا مجازاتشو کی میگیره خودت نه مجازاتی که انتقام ازت میگیرم الا تیسرخ رعتخ یعنی همین گناهه باعث میشه به مجازاته مثل که آدم که میره جلوی پنجره سینه پلو میگیره انتقام از خدا نیست خودت رو خودت اوردیش. گناه هم فرشته های بد به وجود میاره که اونا میان آدم رو زج میدن پس خدا را نمایند میکنه میگه ببین عزیزم جون دلم نکن این کارو صدمه میزنه بهت صدمه به تنت بدنت به روحت به نشامت صدمه؟ بیا دارم راه نمایند میکنم نجاتت دارم میدم وقتی که بهت میگم شبت آتیش روشن نکن چرا راهنمایی واسه خودت وقتی که میگم تفیلین ببند میدونین تفیلین چک کردن که دانشمندا که آدم یه آورا داره دور ورش میدونین اسمش هست به کتابای کابالا اسمش هست اورمکیف یعنی یه نور دور آدم نگهدار آدمه پیدا کردن یه دستگاهی است که چک کردن که این آرا رو میتونن ببینن دیدن که وقتی که آدم تفیلین رو میبنده پس این آراش بهتر میشه و این نقطه که تفیلین آدم باید تفیلین رو روی موش بذاره نه اینکه بیاد پایین از موش به پیشونیش حتی یه خورده هم نباید بیاد پایین کسی هم که کچله پس باید بذاره جایی که موها بزرگ میشدن یعنی نکت تفیلینه بالاتر از موها باشه اگه اومد پایین آدمه باید بدونه انگار تفیلین سر نذاشته اون روزه و از پاش این بند باند تفیلینه با گره تفیلینه باید روی استخون برجسته باشه بعضی ها میذارن پایین بالا باید روش باشه و پیدا کردن که, که این یادگاری آدم رو حفاظ میکنه که آدمایی که تفیلین میبندن حتی سن مسن بیشتر چیز یادشون میمونه این باعث میشه که اینطوری میبندن یه کسی بود یه توریست اومده بود اسرائیل غیر یهودی و تو اسرائیل میدونین اینجا هم دیدم نه اینجا تو الی دیدم که یه جایی هست یه استند هست بیرون تو خیابون که کسی که میگذره میگن بیا میخوای پنج دقیقه دو دقیقه تفیلین ببندی واسه کسایی که تفیلین نمیبندن صبح اقلا تفیلین ببندن پس یه توریست اومده بود غیر یهودی اومد میره سر را یه کسی میبینه آره خبت یه کسی میبینه تش یه خبد نمیدونه غیر یهودیه میگه سر دو یو وانت تو پوت فیلین میگه یس yes, وای not پس واسه فیلین میبنده واسه غیر یهودیت می میبنده بعدا دوباره میره میرسه به یه جاده دیگه یه جانکشن دیگه اونجا هم یه ستند خباده بهش میگه سر دو یو وانت تو پوت میگه یس yes, وای نات نمیدونه اصلا تفیلین چیه میبندن واسش دوباره دوباره هر چند خیابونی تفیلین واسش میبند آخر زنگ میزنه به خونه هاوز این ازرائیل چطور اسرائیل چطوره؟ اونا میگه لیسن اینجا هر چند تا خیابون پرشور خونه تو چک میکنن هی هر قلب تو مغز تو هی چک میکنن اگه حالت خوبه it's wonderful it's is something else <laughs> پس همه میتوتای تو را واسه سلامتی آدمن میدونه حتی بریتمیلا میلا که آدما میکنن قبلا همه غیر داد میزدن چه قوم ظالمی بچه های هش, هش رو میبرن عمل میکنن خون میباره بچه الان میمیره چقدر خون داره دیگه داد میزدن روی قوم اسرائیل بله یه سآل نه فقط میتونین میتسواست باید بپرن برای خانوم هم هست خانوم خانم... آفرین آفرین سوال خیلی خوبیه اول از همه خانوم ها درجه روحانیشون بزرگتر از مال مرداست از کجا میدونیم؟ توی تورا نوشته شده خدا گفت لطوب حیات ادم لوادو خوب نیست که آدم تنها باشه اصل از ازر کنگدو یه کمکی بکنم واسش اون وقت هوا رو به وجود آورد یعنی هوا اومده واسه کمک آدم اوکی؟ حالا وقتی که شما بچه دارین بچه کلاس معلم رو نفهمید واسه یه پرایویت تیچر برمیدارین یه معلم که بیاد یادش بده بعدا تو بعد از اورا توی خونه پیشرفت کنه درست یا نه؟ معلم این معلم خصوصیه که واسهش میاریم بعد از اورا، بهتر از بچه میدونه یا بتر از بچه میدونه؟ بهتر میدونه درست وگرنه پس وقتی که هوا میاد کمک آدم کی بهتره کی بتره؟ هوا بهتره. حالا من مردم دارم اینو میگم ها بعدا مردها سنگ بارونم میکنن خاصه شلا هوا بهتره ولی در چی بهتره؟ در مسئولیت در کار آدم که اومده به این دنیا واسه چی آدم اومده به این دنیا زوارا کداش میگه آدم اومده به این دنیا واسه تورا و انجام دادن غذا خوردن کار کردن پول بدن همه اینا وسیله است واسه اینکه امکاناتش رو داشته باشیم که تورا و میتوت خدا رو نگه داریم اگه آدم پول نداشته باشه نمیتونه تفیلین بخره نمیتونه بچه بفرسته جوش سکول نه نمیدونم چی اگر آدم سالم نباشه نمیتونه درس را بخونه همش تمرکزش به مریضیشه مشغول مریضیشه رفتن بیمارست همه این چیزا همه این چیزا این دنیا وسیله است امکاناته که بتونیم باشون تورا و میتزوت رو نگه داریم آدم اومده به این دنیا واسه تورا و میتزوت انجام دادن به خاطر این بین شماه یه بدن دادن بدون بدن نمیتونی میتسوت انجام داده بدی نمیتونی شم شبت روشن کنی درست؟ اگه آدم دست نداره فقط نشماست روحانیه بدون دست نمیتونه شم شبت روشن کنه اگه سر نداشته باشه نمیتونه رو بذاره روی سرش زن و خانوما همه این چیزا بدن لازمه پس حالا این کار آدم در این دنیا پس در کاری که آدم اومده واسهش به این دنیا در اون نقطه در اون کاره زنه بهتر ازش هست پس خانوما روحانی تر از مردا هستن به خاطر این میبینیم خانوما زودتر گریهشون میفته این درجه است به خاطر اینکه انقدر درجهشون بالاست پس حساسن حساسترن به خاطر این تونتر گریه میفتن مردا چون که خشنترن پس به خاطر این گریه نمیفتن به آسونی ولی حالا به خاطر این هم بعضی فرمان ها هستن که زن ها ازش مثلا توی تورا 613 تا فرمان داریم امروز ها نه امروز ها 270 تا داریم برای که خیلی هاشون رب دارن به قربانی به تامکدرش پادشاه که متاسفانه هنوز نداریم امیدواریم که به زودی ما شیخ بیاد به سوم و بسازه و همه چیز برمیگرده ولی فعلا 270 تا داریم ولی کلا میگم 613 تا فرمان هست در تورا 248 تا فرمان انجام دادنه یعنی مثلا تفیلین ببند احترام پدر مادرتو نگه دار بعد از نون خوردی بیرکت امازون بگو میتواه شما اسرائیل بخون میتواه انجام دادن دستور انجام دادن پنج تا فرمان های اصوره لوتاسه. نکن مواظب باش مثلا شبت و آتیش روشن نکن 39 تا کار هست که توی شبت ممنوع نکن مثلا گوشت قیرکاشه نخور نخور نکن مثلا نمیدونم لباس که وول چی میگن پشم کتون پشم کتون نپوش حتی یه نخ کتون داره معمولا دکمه ها رو با نخ کتون میدوزن ف... می چرا؟ چون که قویه واسه اینکه که دکمه ها نیفتن پس آدم باید مواظب باشه اگه کتی خریدی که از پشمه پس بدون میبینی یه چند درصدش پشمه پس باید چه کرد که هیچ نخ کتونی نباشه وگرنه این شاعت اسمش شاتنز نز کیل بله لیلین نای... فارسی فارسی بله yeah, آره کاتن uh, میشه به عبری کوتنه کاتن انگلیسی میشه کوتنه ولی کاتون فارسی میشه پشتان به عبری تمر و پشتیم. تمر و پشتیم میشه به فارسی میشه پشم و کاتون به انگلیسی میشه وول ان لیلن لیلن وول تمره پشتان میشه لیلن لینن لینن مهن. لینن. مهن. لینن میشه لینن نایلون نیست؟ نه نه پس گولم زد تو داون تاون آه. خدا ببخشتش بله یه لحظه فقط جوابشون رو تموم کنم ببخشید پس پس بنابراین حالا 365 تا میتوتای ممنوع نکن 248 تا میتوتای انجام دادن زنا معافن از میتزوت انجام انجام دادن که محدودیت وقت دارن مثلا سوکا تو سوکا نشستن محدود هفت روزه زنا معافن ازش مثلا اربا تکون دادن محدود هفت روزه زنا معافن ازش مثلا شیپور شنیدن محدود واسه روششانه زنا معافن ازش همه این تا مثلا شما اسرائیل خوندن محدوده به وقت وقت مخصوص از صبح خوندن شما اسرائیل شب مخ... م... زنا موافن البته که اگه انجام میدن حتی که موافن اجرشا میگیرن از خدا ولی براخه نباید بگن از اصور بگن چون که موافی چجوری براخه میگیر روی چیزی که موافی به خاطر این رسم خ... هر... خیلی از خانوم ها مثلا روشاشن ها میان شیپور بشنون رسمشونه اشکالی نداره خیلی هم خوب اجرم میگیرن ولی اجر کسی که مجبوره انجام بده بیشتره چرا؟ چون که کسی که مجبوره پس شیطون داره باش میجنگه که نکنه و اگه از شیطون میبره و میکنه پس آفرین پس بردی تو این جنگه اجرش بیشتره ولی کسی که مجبور نیست شیطون اونقدر باش نمیجنگه چون که معافه سا بکنه نکنه سو so وات پس اونقدر جنگش کمه حالا خانومات چرا موافن از این میتسوت های انجام دادن که وقت محدود دارن یکی از دلیلا هست چون که انقدر روحانی پس لازم ندارن این میتسوت ها رو یعنی درجه شون بالاست پس کمتر میتزوت لازم دارن این آورای زنا یه صورت دیگه به وجود میاد از یه چیزای دیگه به وجود میاد مخصوصا از لباس سنوا که میپوشن یعنی زن عروسی متعهل یا طلاق گرفته یا بیوه میبایستی موهاشون رو بپوشونن مثلا این دوتا استخونای برجسته که اینجا هست باید پوشیده باشه مثلا آرنجشون باید پوشیده باشه حتی وقتی که دستشون رو بلند میکنن آسینه بپوشونه مثلا زانوشون باید پوشیده باشه وقتی که میشینن دامن بپوشن این میتسوی تسنیوت این آورای خانوم هاست این آورای خانوم پلی یو اتس من میسه را بیلیزر پاپو من میسه آلموست همه دلیلی همه دلیلی که خانوم ها اومدن به این دنیا آلموست فقط واسه این میتسوی تسنیوته یعنی بفهمه این تسنیوت چقدر 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 مهمه واسه خانوم ها به خاطر اینم به خاطر اینم مثل که گفتیم کسی که مجبور در میتوا پس شیطون باهاش بیشتر می جنگه. و اگه میتوا بزرگتره پس شیطون بیشتر می جنگه باهاش چون که بزرگترین میتوا پس شیطون همه اسلحه که داره در میاره واسه این که این میتوا رو به دست نیارن چرا؟ چون که شیطون رو مفاجر میکنه حاضر بده به خانومه تهیلیم همه روز به خونه حاضر بهش بده بره کمک احترام پدر مادرش رو بر زمین به شوره نمیدونم چی هر کاری میخواد فقط این میتوه رو انجام نده بیا بد میدم همه روز دعا بخون همه روز توی کنیسا باش همه هر کار فقط این میتوه سنیوتو هیچ قدمی ور ندار هیچ یه مقداری هم قبول نکن رو خودت حالا این میتوه رو باید بدونیم شیطون هر میتوهی در است شیطون همیشه میاد به آدم چی میگه یا اینکه مذهبی یا اینکه مذهبی نیستی اینطوری نباش 50 50 یا یعنی؟ اینکه یعنی؟ یعنی حقیقی باش مصنوعی نباش you know? اگه مذهبی پس همه چیز رو نگه میداری اگه مذهبی نیستی پس برو هر کار میخوای بکن چرا اینو میگه؟ چون که میدونه آدم نمیتونه به یه ود مذهبی همه چیز رو نگه داره آدم خفه میشه کسی که میخواد بره اجازه داره بره من ناراحت نمیشم اوکی؟ فقط ادامه میدم راحت باشین پس میدونه که آدم نمیتونه فوری همه چیز رو نگه داره پس آپشن دومی چیه؟ که ایچی نگه نداره اینا شیطون به دست آورد چیزی که خواست ولی ما باید بدونیم که این درست نیست ما باید بدونیم که آدم یواش یواش قدم ور می داره یواش یواش میرسه پس هر میتزوایم هر میتزوایم که آدم نمیتونه همشو نگه داره اقلا تقسیمش کن به یه چند درصد به قسمت های مختلف مثلا آدم نمیتونه همه شبات رو نگه داره شبات ساعت نمیدونم هفت و بیست وارد میشه غروب میشه نمیدونم همینطوری مثال میگم شم روشن کردن بگیم هفت و بیسته شبات ساعت هشت و نیم نه در میاد پس میگه از چی؟ از هفت و بیست تا هشت و نیم دست به آتیش نزن رانندگی نکن تلویزیون روشن نکن تلفن تو استفاده نکن نمیدونم سی تا کارهای دیگه نکن نکن بکن بکن نمیتونم عادت ندارم عادت دارم ساتردی اه... is my free day میرم رانندگی میرم گردش با فامیل حالا به میگی نه بشین خونه برو کنیسا نمیدونم نمیتونم اوکی اوکی don't stress don't, don't panic یواش یواش شبتو تقسیم کن به چند قسمت یواش یواش یه ساعت رو خودت قبول کن اوکی نمیتونی نیم ساعت به کسی گفتم سیگار میکشی توی شبت نمیگم اوکیه آره نمیتونم بگم اوکی ولی سختت سیگار نکشی توی شبت عادت داری هر روز یه جبه سیگار تموم میکنه یوی نکش یه روز کامل دیوونه میشه آدم نمیتونه تنش لازم داره نیکوتین رو پس گفتم اوکی میدونی چی پس اقلا سیگار میکشی خاکسترشو نتکون می دونین که اون این دوه. میدم. چون که خاکستر رو می, می پس دوباره اینجا میسوزه، آتیش روشن میشه. اینو میتونی نکنی؟ اشکالی داره؟ نه. سیگار رو تموم کردی، خاموشش نکن. بذارش همینطوری. چرا؟ چون که اقلا این خاموش کردنه رو نگه داشتی. یعنی شباتو تقسیم کردیم به چند تا چیز. اوکی okay. اگه اینو نمیتونم اینو نگهدارم دلیل نشد که چیز دیگه در شبات نگه ندارم اگه نمیتونم گاز روشن نکنم دلیل نشد که چراغ روشن کردنم نگه ندارم چراغ روشن کردنم میتونم نگه دارم چراغ رو بذارم روشن بمونه چی میشه چی پول برق خدا برمیگردونه نوشته هر چیزی که آدم واسه شبات در میاره از پول جیبش خدا بهش برمیگردونه پس چه, چه چه اشکالی داره همونطور هم سنیود مثلا یه خانومی میگه نمیتونم روز سری بذارم اوکی نمیتونی نمیتونی آسینا رو میتونی بلند بپوشی اوکی آسین رو بلند بپوش نمیتونی آسین بپوشی دامن میتونی دامن بذار نمیتونی یقت میتونی هر چیزی میتونی نگه دار یا حتی مثلا آسین مثلا چی میگن آسین حلقه ای که اینطوری تا اینجا راوندد اوکی بدون آسینه یعنی, یعنی آره بدون آسینه آسینه حلقه چه اسم قشنگی دادن بهش آسین نیست صداش میکنن آسینه حلقه آسین نیست اصلا چی آسینه بله بله ببخشید ایشون منتظر بودن بجاره؟ بله یه خانوم میتونه تفیلین ببنده پس در اصل میتونن ولی به خاطر اینکه امروزا خانومای رفرم این کار رو میکنن پس ما خانوما نمیذارن تفیلین و نتیتیت چرا؟ واسه اینکه شبیه رفورما نشن وقتی که این خانومه مثلا میخواد یه کاری بکنه که معاف ازش خانومه معاف از تیتیت تیتیت میتوای انجام دادن که محدودیت داره فقط ظرف روزه تفیلین هم همونطور پس وقتی که خانومه معاف پس حالا میخواد یه کاری بکنه که معاف ازش میخواد میتوا به دست بیاره منظورش خوبه نیتش خوبه ولی با این نیت خوب که میخواد یه کاری بکنه که معافه شبیه میشه به اون آدمایی که دارن میخوان تورا رو از جاش بکنن میخوان قوم اسرائیل رو از بین ببرن پس میخوای یه میتوا بکنی اومدی یه چیز شبیه شدی به یه گناهکارا خطاکارای بزرگ پس بهتر همچین کاری نکنی برو یه میتوا دیگه که موافی ازش که شبیه خطاکارا نمیشی اونو انجام بده برو مثلا تورا درس بخون خانوما معافن از تو را درس خوندن مثل مردا مردا مجبورن بیشتر ولی خانومه هم میخواد یه کاری بکنه برو این میتوار رو انجام بده البته قوانین و قوانین هایی که رب داره به خانوما اونا باید یاد بگیرن مثلا قوانین تفیلا براخا گفتن شابت نگه داشتن سنیو تا خلا، میکوه رفتن اینا هم باید یاد بگیرن حتی که معافن چون که باید وارد باشن چجور این کار رو انجام بدن پس به خاطر این امروزا از واسه خانوم ها به هیچ وجه مطلقا صد درصد از سور تفیلین ببندن و تیتیت بذارن بله واو, واو. چقدر دیروز صحبت چشم بد کردم حیف که نبودی <applause> از روز سشم به صبح که داراش داشتم توی نتخ از اونجا صحبت چشمه بد رو دارم میکنم <تص> هر روز هر شب هر جا ازم میپرسن میبینم اینجا چشم بد از خیلی مده یه چیز آورده بودم صبح که باهاش چشم بد در ولی تموم شد خواستن بخرن بیشتر دیگه نداشتم پس به هر صورت به فکرش هستیم که چک کنیم چک میکنم با یک کسی امتحان باید بکنم اگه میتونم این کار صبره رو بکنم توی اسرائیل و فقط روی اسم شخصه بکنم صبره میبایستی روی سر آدم بکنن وقتی که هست اون وقت چشم بد و ازش دور در, در, در میاریم صبره رو که میریزیم شکلهای مختلف میگیره و اون وقت توش یه توپ میبینی این چشم بده که صبره میگیرتش دوباره میکنیم دوباره میکنیم تا اینکه دیگه چشم نیست اون وقت میدونیم چشم بد و از این آدم دیگه پاک کردیم حالا این وقتی که آدمه هست پلو ما هیچ وقت سعی نکردم بکنم این کار رو فقط با اسم گفتن اون آدمه و اون آدمه توی آمریکا باشه پس کسی که میخواد یه کسی از بیورلی هیلز پیشنهاد کرد گفت که ببین با وسط سی دلار میفرستن بکن واسه گفتم اوکی ولی چک میکنم اول من آدم سعی میکنم اقلا. حقیقی باشم به خودی دنبال گول زدن آدم ها و پول داشتن نیستم اگه کار میکنه اوکی حاضرم پول بذارن و میکنم واسه شون اگه پس به ایشون گفتم به این خانومه گفتم شما اول باتون با چک میکنم بعدا هر کسی بخواد بعدا بهش خبر میدیم پس فعلا صفه نمیدونم چهار نفر هستن منتظرن با ایشون چک کنم بعدا شروع میکنیم این کار بکنیم ولی به صورت کلی بدونیم که چشم بعد حقیقت داره فرقی نداره اگه اعتقاد داره یا نه یه چیزی که توی حقیقت هستش چشم بعد مجبور نیست از دشمن آدم بیاد یه وقت های حتی پدر مادر هم چشم بعد میزنن به بچهشون یعنی مثلا پدر مادره نشستن شب به با هم دیگه حرف میزنم دانیل ما دو سال مریض نشده شکر خدا شکر فردا میبینی مریض شد چرا؟ چشش, چشش زدن لیخوانا, لیخوانا. بدون منظور منظورشون نبود چشم بعد م... مجبوری نیست که آدم منظور داشته باشه چشم بعد بندازه بهش یه مامانم یه دایی داشت فکر کنم 86 سالش بود یه چیز اینطوری رفت دکتر یه دایی هیکلدار پرقوت مامانم و مامانم و دای من روی دستش اینطوری ای چیز آویزون می شدن و تاب میکردن انقدر قدرت داشت تو ایران و هیکل دار مثل یه پهلوون بود پس سال مثل یه قوی فردا زنش اومد خونه دید روی زمین افتاده دو تا اینکه اومدن و اینا رفت راف یه بود به اسم راف توی بابل راف قبرسون یه کاری کرد ننوشته چی کرد کاری که کرد و دید که 99 درصد آدما از چشم بد مردن و یه درصد به خاطر اینکه به صورت طبیعی که وقتشون رسیده یعنی قدرت چشم بد یه چیز حقیقیه پرقدرته آدم سعی کنه مواظب باشه گمارا میگه چی باعث میشه واسه چشم بد معمولا اول از همه یه کامیه هست آوردم زد چشم بد ولی متاسفانه مون توی اون یکی منزلم توی ال آوردم که بفروشم یه کامیه هست دلار فروختیم ولی همشو قاپیدن ولی سنتا مونده یادم رفت بیارم اینجا طب. پس به هر صورت یه هست کامیا یعنی شکلایی که روش اسمای مقدس می نمیسن و این خوبه واسه چیزای مختلف واسه ضد چشم بد و واسه نگهداری سلامتی شلومبایی چیزای مختلف که میکنیم پارنسا پس این یه چیزه که آدم میتونه چشم بد و ازش نگهداری کنه ولی چشم بد در اگه دیگه به آدم چشم بد کردن با این صبر است دیروز هم گفتیم توی داراش دیروز از پنجم، گمارا میگه کسی که مثلا وارد میشه به یه شهر و میترسه شک داره که چشش بزنن تو اون شهره پس گمارا میگه شست دست راستشو بزنه توی دست چپش شست دست چپشو بزنه توی دست راستش اینطوری هر دوتایی رو نگه میداره اوکی سخت نیست سخت نیست نگه میداره اینطوری و میگه من از نسل یوسف اومدم که چشم بعد بهش مسلط نیست بن پرات یوسف بن پرات علی عین حالا گفتیم آیا آدم مجاز دروغ بگه تو از نسل یوسف اومدی ما همه سبتایی که امروزا داریم یا بنیامینه یا افرایم یا ببخشید یا یهودا یا بنیامین یا یهودا یا, یا لوی ده تا سبتا رفتن پشت کوها، پشت رودخونه به اسم سمباتیون و اینجا نیستن اصلا با ما یعنی اینجا چیه؟ هیچ جایی نیستن یعنی توی زمین اسرائیل یه جایی توی دنیا، ولی نمیدونیم کجا تا اینکه اجازه بشه که بیان، ظاهر بشن پس چجوری میگی از نسل یوسفی؟ یوسف، دو تا پسراش سبت بودن، افرایم و منشه نیستن امروزا اینجا فقط بنیامین یهودا و لویم پس چجوری میگه من از نسل یوسف اومدم دروغ میگیم گمارا میگه نه دروغ نیست چرا؟ چند تا جواب هست یه جواب چونکه یوسف و صدیق در مصر همه قوم اسرائیل اونجا قضا بهشون میداد و کسی که قضا میده به یه کسی پس انگار زایدتش چونکه به خاطر من زنده است بدون من میمرد پس انگار من زنداش کردم گمارا میگه یه یتیم که آدم تو خونش مثلا بزرگش میکنه حساب میشه به صورت مختلف حساب میشه پسر خودش یا جواب دوم اینه که کسی که تو را یاد میده به دیگری یه کسی تو را یاد میده به دیگری حساب میشه که اون پسرشه یه جای تو تو نوشته پسرای آهارونو نوشته پسرای موشه پسرای موشه نیستن پسرای آهارونن چونکه موشه تورا یادشون داده پس حساب میشن پسرای موشه پس این دوتا جواب است که دروغ نیست که ما میگیم ما از نسل یوسفیم و یوسف چرا نسلش بهش چشم بد مسلط نبود ببخشید نشه همین همین آره. کنم دیگه گلو اه... یوسف چرا چشم بد مسلط نبود بهش یه چیز جالب وقتی که یعقوب و وینو ببینین کار یه آدم چقدر اثر داره به همه دوره هاش نه فقط به پسرش نوش نتیجهش به همه دوره هایی که برسه چقدر ما باید روی خودمون نگه داریم و میتوات انجام بدیم اگه دوست داریم بچه هامون و نتیجه هامون و نسل های بدمونو چرا از خویات ما واسه اونا وای میسه واسه اونا مگن میشه یوسف صدیق وقتی که یعقوب و از خونه لاون در میاد و سر را اصاب میبینه برادرش که میخواست بکشتش به خاطر اینکه براخه را گرفت از ایسخاق ایسخاق و وینو. پس یعقوب و وینو خودشو به سه صورت آماده میکنه یه صورت اول از همه دعا میخونه واسه خدا که نجاتش بده نگهدارش باشه یه صورت کادو میفرسته به اسب واسه اینکه آرومش کنه حرارتش رو بیاره پایین یه صورت هم آماده میکنه خودش واسه جنگ اگه اینا کمک نکردن پس می جنگیم چکار میشه کرد پس وقتی که آماده میکنه خودش رو به جنگه پس چکار میکنه خودش جلو وای میسه جلو زنش جلو زناش چهار تا زن داشته و یعنی در از دو تا زن و دو تا کنیز ب... مرسی بخشید ببخشید. نظر بخش. پس چیکار میکنه خودش جلو وای میسه پشت سرش کنیزار رو میذاره و بچه هاشون پشت سر اونا و بچه هاش چرا میگه, ی... میگه یوسف ا... میگه یعقوب ببخشید میگه یعقوب اگه اصاف بیاد به جنگه پس منو بکشه خانوما نکشه فعلا خانوما و بچه ها فرار میکنن ببینین چیه بعضی آدما به خاطر اینکه تورا وارد نیستن فکر میکنن تورا بی احترامی میکنه به زنا نمیدونم صورت های چیزای مختلفی که یاد میگیرن فکر میکنن آ اینا ببین بی احترامی به زنا برعکس هیچ کسی هیچ مذهبی در دنیا نیست که احترام زنا رو میبره بالا و همه اون میتسوتای که نوشته زن نمیتونه بکنه یا اینو یا اون همشونو اگه نشون بدم همشون به خاطر احترام زن مثلا یه مثال بگم بعدا امیدوارم یادم, برگر... یادم باشه برگردم به یوسف صدیق مثلا طبق تورا زن نمیتونه شاهد باشه نمیتونه پاسوله آدمی که اینو میخونه تعجب میکنه زن نمیتونه شاهد باشه مگه چیه؟ چرا نمیتونه شاهد باشه؟ فکر میکنه بی احترامی به زنا تو را به احترام میکنه اینا چرا نمیتونیم شاید مگه ما نفهمیم مگه ما این این به خاطر اینکه آدما تورا رو مثل که می باید کامل عکس کامل دید نه یه نقطه ببینی یه نقطه ببینی همیشه عکس عجیب غریبه وقتی که عکس رو میبینی واو پیکاسو مونالیزا چه قشنگ پس این یه نقطه است ولی آدم به فهم عمق تو تورا تو دادگاه رو به صورت بد میبینه دادگاه یه جای بده یه جایی که دعوا هست یه جایی که بگو مگو هست یه جایی که دروغ هست و تو را میگه خانم عزیز شما احترامتون نیست که تو همچین جایی باشین بنابراین من میگم که شما پاسولین از شاهد بودن که نیارتونو نیارتتون نیارنتون به دادگاه واسه شهادت دادن تو میگه زن هم شاهد باشه میاد وکیله بهش میگه کجا بودی؟ چی دیدی؟ نه درست نیست ولی قبل از یه لحظه اینطور گفتی تو رو میگه اینطوری با خانوم حرف نمیزنی به هیچ وجه اجازه نمیدم باهات بهت با خانوم ها اینطوری حرف بزنی نه دروغ میگی کی گفته کی ثابت کن نه بنابراین زن توی دادگاه پاشا نذاره نه یاد دادگاه چرا جای آلوده است جای کثیفیه جای به گومگوه نمیذارم ببینین چه احترامی تورا میده به زنها. یه میتسوایی که فکر کردیم بی احترامیه ولی وقتی که آدم میره توی تورا میفهمه عقل تورا رو ببینه بیدیوک برعکس دقیقا برعکسه احترام زنها بیشتر از احترام مردا تورا نگه میداره نه احترام مردا هم نگه میداره مساویه کسی که فکر میکنه بی احترامی تورا میکنه فقط نشونیه که وارد نیست در تورا وارد نیست همه چیزا اینطوریه همه چیزای که تورا فرق میذاره بین زن و مرد همهشونو من یکی یکی چک کردم همشون به خاطر احترام زن است نه به خاطر بی احترامی فقط چون که آدما شلاو نگاه میکنن یعنی از بالا نگاه میکنن بدون اینکه وارد باشن در عکس کامل تورا پس قضاوت میکنن آ بی احترامی اینو حالا وقت نداریم همشون رو ثابت کنیم ولی این یعنی یه مثال که دادم که نشونه باشه نشونی باشه بر صورت برگردیم به یوسف صدیق پس یعقوب و وینو میگه من میجنگم جنگم فعلا کنیزا زنا فرار کنن پس بچه ها رو میذاره پشت سر مادراشون بچه های کنیزا پشت سرشون بچه های لعه پشت سر لعه بچه, بچه رخل یوسف پشت سر رخل. وقتی که اصاب میرسه نمی جنگه باهاش سلام علیک میکنه میاد به یعقوب سلام علیک میکنه بعدا به خانوم ها تعظیم میکنن سلام 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 به هم دیگه یوسف به فکرش میفته میگه مادر من خوشگله راخل هیتا یفت توار و یفت مرعه یعنی هم چهرش خوشگله هم شکل بدنه شکل صورتش و شکل بدنه خوشگله میدونین بعضی هستن چهرهشون جون قشنگه میتونین رو صورتش نگاه کنی لذت ببرین ولی تنش you know, اونقدر چیز نیست یا برعکس تنش شکل قشنگه ولی صورتش یا خیلی هر دوتایشون خوشگل بود پس یه یوسف صدیق میگه چی حالا این اصاب این راشا بیاد از صورت من از صورت مادرم لذت ببره نو no وی حاضر نیستم به انگلیسی میگن over my dead body <laughs> حاضر نیستم چکار کرد؟ رفت جلوی مادرش وایساد تنش رو اینطوری حسابی پف کرد اینطوری همه ما اینطوری چیز کرد که قایم کنه مادرش رو پشتش راخل هم حتما یه زن, زن نازنینی بود اینطوری کوچیک کیوت پس قایمش کرد گفت بهش چرا که چشمای اصاب مسلط نباشن یعنی لذت نبرن از مادر از خوشکلی مادرش خداوند گفت که یوسف تو مادرتو از چشمای استوراشا قایم کردی من میکنم بر... برکتت میدم که چشم بد بهت هیچ وقت مسلط نباشه مثل که تو باعث شدی که چشمای اسا مسلط نباشن لذت نبرن از مادرت من بهت برکت میدم که تو و نسل تو تا... مسلط نباشه بهش و این در سنیوت خانوم هاست که لباس های پوشیده می پوشن، پس چشم بعد مسلط نمیشه بهشون چرا؟ چون که وقتی که خانوم لباس پوشیده می پوشه پس چشم های خیابون مثلا مثل که تو باعث شدی مردا رود نگاه نکنن پس تو هم چشم بعد به مسلط نمیشه حالا وقتی که میگیم مردا نگاه نکنن منظورم نیست که ماتسنیود خانم ماتسنیود میپوشن به خاطر مردا نه برای اینکه بعضی هستن میگن خب مرد رو چشمش نگاه کنه من باید نگه داره مگه من باید به بخاطر... نه به خاطر اون نیست تو به خاطر دستور خدا نگه میداری ربطی نداره مرد هست تو خیابون مرد نیست کسی نیست تو خیابون خیابون خالیه اوکی ولی هنوز باید لباس پوشیده بپوشیم مثل که گفتیم همه چیزا رو یقه آسین همه اینا چرا به خاطر دستور خدا به خاطر خودت مثل که گفتیم راه نمایی های تورا واسه خفه کردن ما نیست نگهداریه اینا ببینین سنیوت زنه از چشم بد نگهش میداره سنیوت زنه نوشته زهر میگه براخا میده به خودش به شوهرش و بچه هاش ببینین چیه یه خانومی بود اسم کیمخیت این کیمخیت هفتا پسراش کوهنگدول شدن کوهنگدول بهترین جاب تو بتامیک داش چه خخمه ازش پرسیدن چکار کردی که هفت تا پسرات کوین گدول شدن چیز عادی نیست معمولا هم چیزی گفت که من سنیوتو بیشتر از چیزی که میبایستی نگه داشتم یه مینیموم هست یه مکسیموم هست من بیشتر از مکسیموم نگه داشتم اینطوری دلم میخواد کار کردی؟ میگه حتی وقتی که رو... یعنی حتی دیوارای خونم موهای سرم رو ندیدن یعنی روسری میذاشت و حتی وقتی که روسری رو عوض میکرد روش یه چیزی میذاشت که دیوارا موهاش اصلا نبینن اشکالی داره مو خونه دا دیوار خونه موه زنه رو ببینن اشکالی نداره زن مجازه مجاز ولی خودش روی خودش سخت گرفت چون که میخواست که این میتوت سنیوتو لهیدور بکنه یعنی بهتر بکنه بهتر بهتر هی hey فکر کرد چجوری میتونم بیشتر تصنوع باشم بیشتر تصنوع مجبور نیستی به این به این حد باشه مجبور نیستی کسی ولی به خاطر اینکه بیشتر از حد نگه داشت پس بیشتر از حدم اج گرفت هفتا بچهش کوین گدول شدن یعنی ما باید بدونیم هر چقدر این نگه داریم به همون مقدارم خدا بهمون به برکت میده اج میده آدم فکر نکنه وقتی که یه کاری واسه خدا میکنم پس از دست میدم یه چند دقیقه مونده واسه همون. فقط میخوام یه چیز خیلی مهمی بگم Thank you. It's excellent. Perfect. خدا زندگی تو خوشمزه بکنه آمین واسه همه انشاءالله همه آرزو از دل تو فرهم کنه به ذاتشون به آسونی به راحتی اسلام باید بچه های خوب پرنسا تو و چشم بعد از زد دور به ذاتش و به ذاتش دفعه بعد که بیام خبرای خوش بهم بدی آمین آمین انشاءالله پول بلیتم ولی سپانسر بشی این دفعه یادم رفت بگم این همه برنامه ها همه برنامه ها توی ال توی ولی همش لزخ... واسه زخوت خانومی که سپانسر شد واسه بیلیته دوریس شولامیت بات ویولت ایشالا خدا همه آرزوهای دلشون رو فراهم کنه و همچنین واسه خانوم لیورا بات پروین پنینا که همه داراشای ال ای رو جور کردن و واسه خانوم شهلا بعد تاج که همه این داراش های ولی رو جور کردن و ربای آشر عزیز که به امید خودم بیز خودم این دراشا رو میکنیم و به ذاتش هم خدا همه برکت های دنیا رو بهشون بدن به ذاتش هم همه آرزوهاشون و دلشون رو فرهم کنه به آسونی به راحتی چشم بعد ازشون دور پرنست و و به ذاتش هم عمر طولانی و سلامتی به ذاتش پس اوکی این اینو باید بگیم پس به هر صورت اه خواستم یه چیز مهم بگم یه چند دقیقه یه خورده تقویت بگیریم اولش شروع, شروع کردیم از این موضوعی که آدم باید حالا بگیره یاد بگیره وگرنه نمیدونه با همه دل و عشقی که داره میخواد انجام بده فرمانهای تورا رو ولی نمیدونه چیکار باید بکنه اصلا راهنمایی نداره پس باید یاد بگیریم حلاخه اینه که یاد میگیریم یا کتاب حلاخه یا درسای تورا مثلا من توی کانال هم سعی میکنم یه هفته تقویت داستان یه هفته حلاخا که اینطوری هر دوتایشون رو داشته باشیم هم سپر و هم شمشیر ضد یترارا ترارا زده شیطون ولی آدم باید بدونه که اینو اول گفتیم ولی آدم باید بدونه که هر تلاشی که میکنه هر زحمتی که میکشه واسه احترام خدا خدا به دهکار نمیمونه خدا عجرشو برمیگردونه چرا؟ ببینین یه چیز جالب برادر آفرهام اسمش بود هاران یعنی دو تا برادر داشت یکیشون اسمش هاران بود وقتی که نیمرود آفرهام رو گرفت خواست بندازتش توی آتیش پس از هاران پرسیدن تو با آفرهام هستی یا با نیمرود هستی ریپابلیکن یا چیز دموکرات آره پس هاران گفت که من با کسی که میبره تو اسرائیل یعنی اسمش از کاغذ سفید میذاره نمیدونم اینجا چیه اگه همچین چیزی هست یعنی کسی که ببره من هر کسی بره باش, ب... باش میرم تو آورامو انداختن تو آتیشه هممون میدونیم نسوخت از هاران پرسیدن با کی گفت من با آورامم من با خدای آورامم آره بیا تو هم امتحان ب... بکنیم گرفتنش انداختنش تو آتیشه سوخت ها باریکلا باربیکیو باربیکیو, باربیکیو. و ساس <applause> حالا چرا سوخت از یه طرف میگه چی گفت خدای باش با خدا من با خدام اینا الان اینجا توی ونتورا رفتم یه خونه یه یه, مه... یه دکتر اونجا نمیدونم چی دکتر چی روی دروازش، پلو دروازش نوشته This house is secured by Hashem دکتر چی؟ بنزور بنزور؟ بنزور اینجا همین ونتورا نوشته، This house is secured آه. by Hashem شخیناه هشم یه چیزی نگه داره اینجا اگه اعتقاد داری به خدا تا آخر اعتقاد داشته باش نه اگه این کی ببره نه حتی به بسوزه حتی مثل الیاوانوی گفتیم آتیشه روی مذبه بود بیاد مثل که قبل از دوران مشیخ میشه که همه غیر مذهبی ها موفقیت و همه چیزو می انوز اعتقاد داشته باش به خدا ربطی نداره چی میشه خدا حقیقت همه چیز برو باش پس سوخت ولی هر چی باشه یه چند درصد اینجا به احترام خدا سوخت و اینکه گفت من با خدای هم سوخت اینو میگم یه چیز جالب یادم اومد بلشم توف رابی اسرائیل شم به شاگرداش گفت یادم بیار برگردم به دستانه با اجازه به شاگرداش یه دفعه گفت برین یه خونه اونجا ببینین این آدمه قضای که میخوره به احترام خدا میخوره توف میرن این خونه یه آدم هیکلدار میبینن میبینن نه تفیلین میبنده نه شبات نگه میداره پرت 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 اصلا و قضا او براخا نمیگه هی فوری قضا 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 هی میخوره 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 آره خور خواب خور خواب گفتن این آدمه به احترام خدا داره میخوره داره به احترام شکمش میخوره من من خودم شکمم عجی؟ تا اینکه دیگه نمیتونستن گفتن شاید صدیق نیستا شاید شبا میشینه تیکون خاصت میکنه کسی نمی شبم فالوش که همینه نه شبت هم نه هیچی نه تعجب کردن گفتن بیا ازش بپرسیم گفتن ببخشید آقا ما میخوایم چرا اینقدر زیاد غذا میخوری این سکری هست داره شاید طبق کابالا هست چی چی کار دار میکنی جان گفت که بهش بهشتون... بهتون میگم توی روسیه که بودن پس پدرش رو روسیه ها گرفتن که شابت نگر می داره که مذهبیه و تو وسط شهر سوزوندنش ولی چون که پدرش لاغر بود پس ظرف دو دقیقه از بین رفت سوخ گفت ببینین من هیچی نمیدونم نه الف بد نمیدونم تو یاد بگیرم نه فرمان های خدا رو میدونم هیچی نمیدونم تو روسیه بزرگ شدم نمیتونین کسی ازم اعتراض کنه چرا شابت نگرد نمیده چرا هیچی نمیدونه و کسی هم نیست ازش یاد گرفت تو روسیه همه چیز خطرناک بود ولی یه چیزی من از اون موقع رو خودم قبول کردم از وقتی که دید باباشو اینطوری سوخت گفت چی من؟ گفت من قضا میخورم اینقدر که اگه روسیه ها من اونو بگیرن و به خاطر نمیدونم یه چیزی که واسه خدا میکنه به پس به احترام خدا میخوام دو ساعت کامل به آتیش من میخوام یه روز نصف روز کامل بسوزه نه مثل بابام ظرف دو دقیقه آتیش از بین بره چرا؟ که همه ببینن که یهودی ها به احترام خدا هم حاضرن بپرن تو آتیش و این بلشمتوف گفت که ببینین به احترام خدا غذا میخوره چه؟ فکر یهودی به احترام خدا ما هم توی زندگیمون میتونیم احترام خدا رو هر جایی که هستیم سر کار سر تو خونه توی خیابون هر جایی که هستیم ما آگهی هستیم ما نماینده خدا هستیم میتونیم احترام خدا رو هر جایی که هستیم ببریم بالا میدونیم یه کسی با حرف میذاره میگه یا yeah, thanks God if God is willing به امید خدا خدا کمک کنه هی hey, خدا رو روی کلمه داشته باشیم فرمان های خدا رو انجام بدیم دیگران ببینن من مزوزا می بوصیدم. یعنی می, بوسم. می بو... یه کسی بود یه آدم کافر اصلا نه اعتقاد داره نه هیچی یه هایی به میگه میدونی من شروع کردم مزوزا ببوسم گفتم تو تو چه, تو چه جوری رسیدی به مزوزا بوسیدم تو ایمان نداری تو گفت نه من دیدم تو مزوزا می بوسی منم هم... اثر اون گذاشت میخوام منم شروع کردم مزوزا ببوسم ببینید چقدر ما اثر داریم روی محیطمون بدون که اصلا احساس کنیم حتی نماینده خداییم آگهی خداییم توی دنیا فقط یه خود با خودمون قوی باشیم با ایمانمون قوی باشیم یو یعنی خجالت نکشیم از چی خجالت میکشی؟ تو مذهب حقیقی هستی تو پس تموم کنم او وقتمون مون تموم کنم پس خاران مرسی خاران پس خاران سوخت هر چی باشه یه چند درصدی به احترام خدا سوخت چون که گفت من با خدای ابراهیمم خدا به دهکار نمیمونه یه چند درصد به احترام من سوختی وایسا بهت برمیگردونم اجر تو بهت میدم هران سه تا بچه داشت دو تا دختر یه پسر یه دخترش اسمش بود ایسکا ایسکا این سارای منوه. چرا اسمش بود ایسکا برای اینکه ایسکا زبون سایه است که همه خانومها ها مثلا توی سایه سارا بودن از خوشگلی سارا اونا مثلا تو تاریکی بودن اصلا بقیه زنا زهرا کداش میگه همه زنا مقایسه کنیم ببخشید میگم مثل میمون پلو آدم بود اگه مقایسه میکنیم خوشگلی خانوم رو به خوشگلی سارایمنو منو. انقدر خوشگل بود پس ایسکا بقیه توی تاریکی بودن مثلا توی سایه سارا منو بودن این یه, یه, معنیه و معنی دوم اسکا که سخه که میبینه روح مقدس داشت که میتونست چیزهای مختلف ببینه که حتی چه جسمی نیستن تو این اسکا دختر هران مادر اولی قوم اسرائیل سرای منو مادر دومی قوم اسرائیل کیه؟ ریوکا ریوکا منو ریوکا دختر بتوئله بتوئل پسر ملکاس ملکه دختر دومی هرانه پس مادر دومی قوم اسرائیل دختر نه نمیدونم نوه نیست نتیجه نوه نه نوه نمیشه ملکه به توئل به نوشه نتیجه نتیجه هرانه پس دو مادر دوم مادر سومی و چهارمی قوم اسرائیل کیان راخل ولیا راخل ولیا راخل ولیا دخترای لاوانن لاوان پسر به توئل به توئل پسر ملکاس ملکام دختر هاران پس مادرای سومی و چهارمی قوم اسرائیل از هارانن نبیره, نبیره درست مرسی <تصفح> ف... دیگه سختم بوده حساب کنم <تصفح> پس چهار تا مادرای قوم اسرائیل از تو در میان. تو سوختی به احترام من چهار تا مادرای اسرائیل رو از تو در میارم حالا تموم نشد یه پسرم داشت فراموش نکنیم لوت لوت پسر هاران بود لوت میدونیم دو تا دختر داشت و ازشون چه از کی در اومد دو تا قوم امون و مواف مواف ازش کی در اومد از این قوم مواف روت روت مواویه روت ازش کی در اومد داوید ملخ یا قبل از داوید ملخ پدرش یشای یشای یکی از چهار تا آدمای که هیچ گناهی به عمرش نکرد چهار تا آدم بودن که هیچ گناهی نداشتن مردن فقط به خاطر گناه آدم اول به خاطر اینکه ماره مرگ آورد توی بدنهای آدم فقط به خاطر این وگرنه زنده میموندن یشای بینیامین برادر یوسف صدیق کیل به پسر داوید ملخ و امرام پدر بنو این چارتا هیچ گناهی به عمرشون نکردن پس یشای نوشته گمارا میگه ایشای 600 هزار تا شاگرد داشت آدم ساده ای نبود یا آدم بزرگی بود پس روت یشای داوید که لازم نیست دا بگیم داوید آملخ چقدر بزرگ بود و چی شلومو آملخ اونم از از روته از لوته. و به ازات شم به زودی ماشیخ چید کنو ماشیخ هم هست پس هران سوختی به احترام خدا فکر میکنی به دهکار میمونم نه عجیتون چهار تا مادره اسرائیل روت یشای داوید شلومو ماشیخ همه اینا از تو در میان ببینین چه عجری ببینین آدم اصلا دیوونه میشه چه عجری گفت پس یه کسی اینو توی نتانیا توی اسرائیل گفتم گفت ولی سوخت چه فایده ای داره زنده نیست دیگه گفتم خیلی ببخشید آقا ولی شما میرین سر کار واسه کی میرین سر کار واسه بچه نه س اینکه غذا بخرین لباس بخرین بفرستینش مدرسه درست این وقتتون رو میسوزونین واسه کی واسه بچه هاتون زندگیتو میسوزونین واسه بچه ما هم خودمون رو میسوزونیم وقتمون میسوزونیم ویکیشن فکر خودمون واسه بچا پس اونم سوخت واسه بچا چه خوک خب چی آدمی که فورد میشه میدونه زنده ها چی میشن پس اینو بدونیم وقتی که یه چیزی سختمونه یه کسی ناراحتمون کرد ساکت میمونیم از تو میسوزونیم رنج میبریم بدونیم به احترام خدا ساکت بمونیم یه وقتایی نمیگم همیشه ولی یه وقتایی سکوت نگه داریم حتی که میسوزه یه چیزی سختمه بکنم سخت همه پاشم سو و ست فیلا سخت نمیدونم سر کار وسط کار پنج دقیقه بریک وردارم برم منخه سخت همه رو سری بذارم سخت همه دامن بپوشم خجالت میکشم مسخرم کنن چی سخت همه میسوزم بدون خدا به دهکار نمیمونه خدا به دهکار نمیمونه میبینی که عجرتو میگیری بکنی این کار رو من نیستم من برم گردم یروشالایم به امید خدا من اجرا هیچ کسی رو نمیدم ولی قول بهتون میدم من کیم خدا قول میده که همه چیز رو میبینه زاراکداش میگه حتی یه خاستی که آدم داره خاص میخواد ولی نمیتونه مثلا یه زنه هست روسری میخواد بذاره ولی شوهرش متنفر از مذهب اگه روسری رو بذارم وای میکشه منو میخواد ولی نمیتونه این خواستم زهرا میگه اجرشو خدا بهت میده چون که نمیتونی خواسته رو انجام بدی اگه میتونی انجام بدی انجام بده ولی یه وقتایی هست آدم نمیتونه خواستاشو من مثلا میخوام همین الان پنج تا کنیسه های دیگه هم داراش کنم ولی نمیتونم فقط یه جا میتونم باشم چیکار میتونم نمیتونم خودم رو سپلیت کنم خواستامونو قدر خواستامونو هم بدونیم نذاریم شیطون داونمون بکنه ناامیدمون بکنه بگه بارا بابا تا حالا اومدی شیور ربای پارتو فردا فس فردا میری بیرون نمیدونم چکار میکنی دوباره برمیگردی به گناهات نه اومدم شیور این عجرشو میگیرم بعدا شیطون ببره ازم گناه کارم کنه هرچی بکنه یه چیز جداست شاید ببرم ازش از. شاید اون اسم من نگهداری مثل که گفتیم شبات نیو. حتی یه مقدارش هم بتونیم بکنیم یه چند درصدش رو بتونیم اونم بکنیم نمیتونیم تفیل کامل بخونیم اقلا یه میزمور بگو نمیتونی تیلین رو تموم یه فصل بگو نمیتونی یه فصل فس... یه پاسوک بگو یه چیزی بگو یه کلمه بگو هر چی میتونی هر چقدر میتونی فقط تو و خدای خدا و تو ادم و آدم به چشم میبینه ولی خدا قلب تو میبینه ایشالا خدا کمکمون بکنه آمد. که نزدیک بشیم هرچی زودتر خدا داره بیدارمون میکنه به ایشالا بیدار شیم زودتر نزدیک بشیم به خدا فرمان های خدا رو یاد بگیریم و به عزت هاشم به زودی نیز که مشیخ و به آسونی به راحتی ببینیم امن و امن میشه برای خبوتین و ابرام اتخاک و یکوب اوی ورخ و اشمور و انصور و یگن و ازور و یوشیع و ایرپه ات کلم اسرائیل و بفرات ات کل اشتدفیم با شیور زیر ایشالا خدا همه عرضی های دلتون رو فرهم کنه و کسایی که نگاه دارن میکنن ایشالا خدا آرزوهای دلتون رو فراهم کنه چشم بد ازتون دور و به ازارت شم بهتون پرناسه و شلوم باید بچه با های خوب ازدواج های خوب و واسه خودتون واسه بچه هاتون به ازارت شم بدن, بدن و به ازارت شم عمر طولانی و همه برکت های دنیا رو بهتون بدن و خین ایراتون به نمار آمین ده تا هستیم کدیش بگیم ربی خنانیه به نکشی ها امر رچه کدش برخول زکات ایسرائیل لفیخه هم تورا و אדוני יחפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. אמן. 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 Amen, Amen. 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 خزاک برو کسی که میخواد اضافه کنیم به گروه واتساپمون میتونن اینجا شو اسمشون اسم و فامیل و شماره بنویسن و دومده خدا اضافه کنیم